سلام، بریم با هم دیگه کشک خونگی درست کنیم. مزه کشک به ترش بودنشه. ماست محلی تهیه کردم، روشو پوشوندم که خاک نشینه و تو محیط بیرون از یخچال نگهداری کردم. اینجا چون هوا خنکه به مدت 5 روز طول کشید تا ماست حسابی ترش بشه. وزن ماست 800 گرمه. همش میزنم تا حدودی 1 دست بشه. هم وزن ماست بهش آب سرد اضافه میکنم. 800 گرم ماست، 800 گرم آب سرد. نمک، مقدار نمک بستگی به وزن ماست داره. از این لحظه به بعد با شعله بالا مدام هم میزنم تا به غلظت لازم برسه. احیانا اگر در حین هم زدن کاری پیش اومد که دست از هم زدن بکشم، حرارت رو روی کمترین درجه میذارم تا ماست نبره. بعد که خواستم کار رو دوباره شروع کنم، با شعله بالا مدام شروع به هم زدن می کنم تا جایی که حجم مواد تا حدودی کم بشه. اول مقدار مواد تا این قسمت بود، آبش تا حدودی کشیده شده. وقتشه که مواد کشک رو صاف کنم و دیگه زیر شعله رو خاموش می کنم. برای صاف کردن مایع کشک از گونی برنج استفاده می کنم که بافت منسجمی داره و نمیذاره ذرات کشک ازش رد بشه. فقط آب کشک می تونه ازش رد بشه. به این صورت داخل آبکش نگهداری می کنم تا آب کشک از کیسه رد بشه. بعد از گذشت 4 ساعت کیسه رو کنترل می کنم که ببینم چقدر ازش آب رفته. نمیذارم آبش کاملا کشیده بشه و خشک خشک بشه. اگر آبش زیاد کشیده بشه، بافت نرمش رو از دست میده. آب کشک به اندازه رد شده و بافت نرم و لطیفی پیدا کرده. احیاناً اگر به مدت طولانی تو آبکش بمونه و آبش بیش از اندازه رد بشه و خشک بشه، حالت پودری پیدا کرده و موقع ورز دادن منسجم نمیشه، برای اونم راه حل هست. از آب خود کشک از آبکش رد شده، 1-2 قاشق به کشک اضافه میکنم و ورز میدم تا نرم و 1 دست بشه. بعد گولش میکنم. چه بافت نرم و لطیفی هم داره. برای گوله کردنش دستم رو تو آب کشک خیس میکنم که راحت تر گوله کنم. به اندازه های کوچیک گوله میکنم که بهتر و سریعتر خشک بشه. وقتی به اندازه های کوچیک باشه، سابیدنش هم راحت تره. با یه مقدار آب توی مخلوط کن خیلی سریع خورد میشه و آماده مصرف.
برای عالی خشک شدنش توی ظرفی قرار میدم که جریان هوا از زیر و رو به خوبی برقرار باشه. اگر مغز کشک به خوبی خشک نشه، از داخلش شروع به فاسد شدن میکنه و باعث مسمومیت میشه. برای رفع مسمومیت کشک، بعد از سابیدنش و قبل از مصرف چند دقیقه کشک مایع جوشونده میشه که مسمومیت احتمالیش رفع بشه. اینو الان میذارم روی بخاری گازی که فقط شمکش روشنه تا زمانی که خشک بشه. بعد از خشک شدن از این اندازه کوچیک‌تر میشه. چند ساعتی که کشک در حال خشک شدنه، به مرور از خودش روغن پس میده. در صورتی متوجه میشم که کشک خشک شده که دیگه روش چرب نیست. وقتی لمسش میکنم دستمو چرب نمیکنه. اگر از ویدیو خوشتون اومده، ویدیو رو لایک کنید. اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. امیدوارم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.